یه چیز جالب بگم، خیلی عجیب، خیلی عجیب. محمد نادری بازیگر نمایش ما که نقش روح پدر رو بازی میکنه، 27 سال پیش در یک تصادف رانندگی پدرش رو از دست داد. خیلی عجیبه. چیش عجیبه؟ آقای مایلی کوهن، همین تصادفی که گفتن منجر به فوت پدر محمد نادری شده. محمد نادری بیاد. بفرمایید. اینجا کنار هم تو شات. بفرمایید. من دیگه هیچی نمیگم. خودتون بگید. سخته. 10 سالم بود دیگه. و سختیش اینه که طرفدار پرسپولیس باشی و این اتفاق توسط بازیکن تیم پرسپولیس بیفته. وقت ماجرا ببخشید. سخت‌تر از بازی کردنه. آره واقعا. آره. بعد از اون ماجرا خواهر و برادرم استقلالی شدن. اما من پرسپولیسی مونده. میخواین هر دو روز ماجرا رو کوتاه تعریف کنی؟ اول شما. خواهش. البته تصادف که این نبوده که مثلا من 120 تا 140 تا مثلا منده در حین رانندگی تصادف کرده باشم، نه. من سعی میکنم کمتر خلاف کنم تو زندگی، کمتر خلاف کنم، نه اینکه بگم نمیکنم. وقتی شو تلفن تو موبایل تو زنگ میخوره در حین رانندگی برمیداری، یعنی این خلاف مقررات. خب من ماشین رو دقیقاً در منتهای سمت راست خیابون، خیابون شهید نامجو پارک کردم. در ماشین ما معادل 30 درجه باز کردم. متاسفانه پدر خدا بیامرز ایشون میان میخورن به در من. با موتور. با موتور گازی. و نقش زمین میشه که بلافاصله من خودم ایشون رو منتقل میکنم به بیمارستان و متاسفانه در نهایت در واقع فوت میکنن. و واقعا این حادثه فوق العاده تلخ بود. بعدش هم مادر ایشون زنگ میزنن و میگن که من دیشب خواب دیدم همسرمو و همسرم گفتن که فلانی مقصر نبوده و ما اصلا مشکلی با تو نداریم و من اصلا یه شب هم تو کلانتری نخوابیدم. تمام کارهای دیگر رو انجام دادم، این دیگرم با پیگیری هایی که شد پرداخت کردم و بعدش هم سعی کردم به نوعی ارتباطم قطع نشه. بعد چی شد از زبون محمد نادری بشنویم؟ بله. 10 سالم بود دیگه، اوج موشکباران تهران. یادم آژیرم زده بودن، قایم شده بودیم یه پایین، یه دونه زیر زمین توری داشتیم. اینها که یکی از همسایه ها اومد خبر رو به همون داد و خب بچه 10 ساله خیلی درکی از مفهوم نداره و نفهمیدم دقیقا چی شد. تصادف. خب حالا دست پای شکسته. 4 روز پدر توی کما بودن و بعد از 4 روز بود که دیگه فوت کردن و اینا. خب طبیعتا برای هر کسی سخته، اما حالا یه اتفاقی که افتاد داره اون خوابا و مادرم دید و پدرم حالا تو یه مغازه پاید خونمون داشتن، تو کار فرش فروشی بودن و یه مغازه توی بازار داشتن، فرش ها رو میذاشتن تنگی موتوره و میرفتن و میامدن که این اتفاق افتاد به روایت آقای مایلی کوهن. اما خب چیزی که برای من مهم بود، حالا به مولدان پشت سر هم داشتیم صحبت میکردیم راجع به اینکه چقدر راجع به فوتبال آن دیگه اختلاف نظر داریم، به قول ایشون خیلی از بچه‌هایی که کار تلویزیون و سینما
به قول این اصطلاحه که ایجاد شده کیروشی پورن، طرفدار کیروشن و آقای مایلی کوهن به شدت مخالفن و اینها. اما اتفاقی که افتاد این بود که خب هر کسی میتونست این کار رو بکنه و خب آره دیگه، ما هم رضایت دادیم، ایشون هم به قول خودشون یه شب هم توی بازداشتگاه نبودن. اما خیلی ها میگن خب من دیارم پرداخت کردم تموم شده دیگه برم دیگه. سالهای سال میومدن و سر میزدن و عید به عید، من خاطرم اون موقع که کوچکتر بودم، الان خب چند سالی من ندیدم ایشون رو، اولم دیدن نشناختن هم دیگه، من رو نشناختن، عید به عید میومدن سر میزدن. این اتفاق خوبی بود، یعنی این که یک نفر این مسئولیت رو هنوز رو دوشش احساس بکنه که من بعد از این نمیزم، من مسئولیتی ندارم، تموم شده دیگه، برم به زندگیم بپردازم. با توجه به این که خیلی حالا مثلا شاید مثلا از لحاظ فوتبالی میگم اختلاف سریقه وجود داره، اما از لحاظ انسانی این حرکتشون برای من اتفاق خوب و انسانی بود که شاید خیلی ها ندونن و هنوز مثلا اون دافعه‌ای که حالا خدای مالک هم میدونن دیگه تو فضای مطبوعاتی حالا یه سری ها مشکل دارن، علی رغم اون که سال 96 بود دیگه، بهترین بازی‌های تیم ملی رو ما اون موقع شاهد بودیم، 6-2 که به کره زدیم و اینها. این اتفاق هر روزی که هنوز خاطرم هست و به هر حال روح پدر شاد، ممنون. و یکی از شاید مصداق‌های مهربانی است کاری که آقای مایل کوهن از بعد از اون اتفاق کردن تا به امروز و احساس مسئولیت کردن. به هر حال خیلی ممنون که اومدی. من یک کوچولوی خاطر کوچولویی بگم. نمیدونم چند وقت بعد از اون اتفاق بود، پرسپولیس بازی میکرد، هنوز بازی میکردن ایشون. بعد یه روز اومدن دم خونه هم، گفتم بچه رو میخوام ببرم استودیو. ما رو بردن اون همون دم مغازه‌شون که اون موقع پوشاک ورزشی میفروختن، گرم کنه زردرنگ تنمون کردن و رفتیم توی استودیو و وسط بازی ما رو بردن اونجا با تیم عکس گرفتیم و اینها. وسط نیمه اومدیم ما توی رخکن، اون موقع آقای پروین سرمربی تیم بودن، تیم ما دار خوب بازی نکرده بود، شروع کردم به سبک خودشون توصیه های فنی رو ارائه دادم به بازیکن‌ها. نگی یه وقت نه 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 اصلا نشدید. بله، چون اتفاقی جور افتاد که یه دفعه دیدم آقای مایلی کوهن بکرد دوستان شرکت بچه ها رو ببریم بیرون، یعنی انقدر دیگه نکات فنی برجسته شده بود. این هم خاطره ای بود از دوران. خیلی ممنون که اومدی، ما ادامه گفتگومون رو با به افتخار محمد. خیلی ممنون، خیلی ممنون، بفرمایید.